هرچقدر که ما به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نزدیک می شویم، سیمای شهرک هلبوک مرکز ناحیه وسیع این گوشه تاجیکستان را زیبا و خورم دیدن می خواهیم. این زیبایی ها نتیجه تشکیل حشرهای دست جمعونه با اشتراف ساکنان شهرک، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها می باشند. روزهای استراحت این هفته هم در کوچه و محله های شهرک هلبوک کارهای پاکاری و تازه‌کاری ها گرم جریان دارند. در شورای دوشنبه کلوب کارمندان مؤسسه های طبی شفت شاهراه را از پرتاب ها تازه کرده، علف های بگونه را کنده و جای های مقرر گردیده پرتافتند. در این روز کوچه مرکزی شهرک که بناهای معموری اینجا واقع می باشند پر از حشرچان می باشند. با کمک حشرچان اطراف بناهای معموری و راههای پیادگر از پرتاب ها تازه کرده شدند. در یک وقت کارمندان بخش حفظ محیط زیست در ناحیه واسه عاید رعایت معرفت اکولوژی با ساکنان کارهای فهماندهی بردند. در صحبت با ساکنان تاکید کرده شد که ساکنان قاعده های شهرداری را رعایت نمایند، پرتاب ها را هر کجا نپرتایند، آنها را در جای های معین شده پرتایند. مقصد از برگزاری چنین محلک های دست جمعونه اولا آباد زیبا گرداندن محیط زیست و بعدا بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی به شمار می رود که در این اساس عاید بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه های دولتی مورد عمل قرار داده شده است. برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 برنامه مجموعی معرفت اکولوژی جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار داده شده است که این یک تکون جدی عاید بهداشت محیط زیست و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی به شمار می رود. تبر مشاهده ها نشان دادند نزد همه بناهای ماموری قوطی های پرتاب موجود نیستند. از همین سبب باشد که پرتاب های در راه جویبار ها پرتافته شده. اینها سلوفان ها، کاغذ پاره ها و ظرف های پلاستیکی گواه خنوک نظری مسئولان و معرفت پس ساکنان را نشان می دهد. گزارش خواجه انزریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.